این هفته تشخیص چهره، سالها بعد، ویدئو از همه جهات و انقلاب ماشین ها. با گذر زمان نقش هوش مصنوعی در زندگی ما انسان‌ها پررنگ‌تر شده. بنابراین جای تعجب نداره که مرکز فرهنگی باربیکن لندن نمایشگاه تابستانی امسالش رو به فهم ما از کامپیوتر و هوش و موجودات دستساز بشر در طول تاریخ و در فرهنگ‌های مختلف اختصاص بده. علاقه بشر به خلق حیات مصنوعی خیلی قدیمیه و دست کم از دوران افسانه یهودی گولم بوده، موجود شبه انسانی که با گل درست و با خوندن وردی زنده میشه. نمایشگاه هوش مصنوعی برای انسان نکوداشت خلاقیت انسان با نگاهی انتقادی. در این نمایشگاه آثار متنوعی از هنرمندان دیجیتال و مؤسسات آموزشی سراسر دنیا به نمایش گذاشته شده. یکی از پرسش‌های اصلی نمایشگاه اینه که کامپیوترهایی که دوربین دارن ما رو چجوری درک میکنن؟ هفته پیش در مورد استفاده پلیس بریتانیا از فناوری تشخیص چهره صحبت کردیم، از خودروهای مجهز گرفته تا دوربین‌های مدار بسته، و در بخش از گزارشمون آقایی رو دیدیم که نمی‌خواست پلیس تصویرش رو ثبت کنه. اگه بخوام صورتم رو بپوشونم میپوشونم، هول نده. این مرد صورتش رو پوشوند، پلیس جلوش رو گرفت و به رغم میلش ازش عکس گرفت و مشاجره راه افتاد. پلیس در نهایت مرد رو به خاطر برهم زدن نظم جریمه کرد. اگه دلم بخواد صورتم رو بپوشونم میپوشونم، بعد به همین خاطر 90 پوند جریمه هم کردن. نگاه کن، آفرین 90 پوند، آفرین واقعا. در همین هفته‌های اخیر قانونگذاران در سانفرانسیسکو ضابطان قانون را از بکار گرفتن فناوری تشخیص چهره منع کردند. این تصمیم به یک معنا تاریخی بود، هرچند بحث تقابل امنیت و آزادی‌های مدنی همچنان ادامه خواهد داشت. نظرات در مورد استفاده از چنین فناوری‌های خیلی متفاوته. خیلی‌ها میگن اگه چیزی نداری قایم کنی دیگه نگرانی بی‌معنیه. این هم یک ابزار دیگه است که امنیت شما رو حفظ میکنه، و خیلی هم نظر کاملا مخالفی دارن و میگن این هم یک گام دیگه است در راه ایجاد حکومتی پلیسی. ولی آیا هوش مصنوعی در مورد آدمهایی که صورتشون پوشیده است کار میکنه؟ این سوال رو از پلیس پرسیدیم، جوابشون این بود. مشکل ایجاد نمی‌کنه، کار رو سخت‌تر می‌کنه. شیوه کار این فناوری طوریه که نقطه آغازین همیشه چشمه. چشم‌ها برای تشخیص چهره خیلی مهمه و اغلب اوقات چشم‌ها معلومه، حتی اگه کسی کلاه ایمنی سرش باشه. در نتیجه فناوری ما با کلاه ایمنی هم کار می‌کنه. میشه اینطور گفت که با چهره پوشیده بازدهی و دقت کار ما کم میشه، ولی غیر ممکن نمیشه. بعضی از فناوری‌های تشخیص چهره همین که چشم رو ببینن کافیه. باید اشعه مادون قرمز و ابزار سنجش عمق داشته باشن که در آیفون 10 هست، ولی تا جایی که من میدونم در فناوری فعلی پلیس نیست. پلیس در حال حاضر یه بانک داده داره و با عکس‌های دو بعدی و تصویری که از دوربین‌های مدار بسته یا دوربین‌هایی که روی بدن نصب میشه میگیرن کار میکنه که کیفیتشون بالا نیست. در نتیجه الان نمیتونن. این فناوری همچنان در حال تکمیله، ولی قطعاً تشخیص با چهره پوشیده ممکنه. پرسش دیگه که پیش میاد در مورد داده‌های افراد و مقررات موجوده. بعضی شرکت‌های خصوصی بانک‌های اطلاعاتی عظیمی از چهره اشخاص دارند. برای خیلی جای سواله که چطور چنین اجازه‌ای بهشون داده شده. سوال خیلی خوبیه. توی برنامه هفته قبلتون از شرکتی حرف زدین به اسم فیس واچ. فیس واچ برای خودش یه فهرست داره از افرادی که معتقد خلافکارن یا مظنونن به خلافکاری، و این فهرست رو که خصوصی تهیه شده در اختیار پلیس میذاره، و پلیس هم اطلاعاتش رو در مورد خلافکارهای سطح پایین در اختیار فیس واچ میذاره. مشکل مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اینه که در عین اینکه اطلاعات بایومتریک افراد رو حفظ میکنه، ولی
استثناء هم قائل میشه. مثلا در مورد امنیت ملی یا مبارزه با فساد و کلاهبرداری. تا حالا بیشتر در مورد نکات منفی فناوری تشخیص چهره صحبت کردیم، اما این فناوری کاربردهای مثبت هم داره. همونطور که هفته پیش گفتیم، یکی از بزرگترین پیشروهای فناوری چینه و یکی از شرکت‌هایی که پشت این پیشرفته شرکت تنسنت. تنسنت در موارد مختلف از تشخیص چهره استفاده می‌کنه، از جمله برای جلوگیری از بازی بچه‌های کم سن و سال. چندی پیش در جریان بازدید از شرکتشون در شنجن، یک کاربرد دیگر تشخیص چهره رو که خیلی راجع بهش تبلیغ می‌کنن بهمون نشون دادن. پیدا کردن افراد گم شده، به ویژه بچه‌ها. مسئولان تنسنت میگن به کمک همین سامانه که در خیلی از خدمات دیگرشون به کار گرفته میشه، تا حالا چند صد نفر رو پیدا کردن. مواردی بوده که چند سالی از گم شدن فردی گذشته از شیوه های جدیدی استفاده کردن تا تغییرات چهره اون شخص در طول اون مدت رو به حساب بیارند. روش شبیه اپلیکیشن شزمه که آهنگ رو به یک رشته عدد تبدیل میکنه تا بتونه بین آهنگای دیگه پیداش کنه. این که میبینین نقشه حرارتی صورت آدمه. اگر تصویری از یک صورت آدم آپلود کنین، برای اینکه قابل شناسایی باشه باید بشه توش بعضی مشخصات صورت انسان رو تشخیص داد. ما با نهادهای امنیت عمومی کار میکنیم که یک بانک داده ایجاد کنیم. اگر شما در خیابون یه شخص مسن دیدی که سرگردونه، میتونی ازش عکس بگیری و آپلود کنی و ما سریع اون شخص رو روی بانک دادهمون پیدا میکنیم. مردم دوست دارن تشخیص چهره جایی به کار بره که براشون مفیده، مثلا در پرداخت پول. چین هم از این نظر با بقیه دنیا فرقی نداره. مردم اگر فکر کنن هر جا میرن شناسایی میشن، خوششون نمیاد. موضوع حساسیه. حتی در چین هم مردم خیلی به این مسئله حساسن. در بریتانیا سالانه 60,000 مورد تماس گرفته میشه تا گم شدن فردی رو گزارش کنند. از این میزان 97% برمیگردن خونه یا زنده پیدا میشن، اما 3% پیدا نمیشن. حالا فناوری تشخیص چهره امیدواری های بیشتری برای پیدا کردن این افراد ایجاد کرده. این تصویر بلیونا ماتا در 6 سالگیه. بلیونا در سال 2010 از خونهشون در آلبانی گم شد. امروز بلیونا در 15 سالگی احتمالاً این شکلیه. بعد از اینکه چند آلبانیایی تبار گفتن که اونو در بریتانیا دیدن، حدس پلیس اینه که در بریتانیا باشه. In her home country. پرونده بلیونا از پرونده‌های پرسر و صدای آلبانی بوده. همه راه‌های مرسوم رو برای پیدا کردنش امتحان کردن. حالا قرار شده نرم افزار تشخیص چهره آمازون رو هم امتحان کنن. این نرم افزار بخشی از یه سیستم جدیده که دارک وب یا وب تاریک و جاهای دیگه اینترنت رو میگرده تا شاید تصویری شبیه این پیدا کنه. وب تاریک به طور خلاصه بخش پنهان اینترنته. هویت کاربران در دارک وب فاش نمیشه و به همین خاطر نظارت بر اون دشواره. موتور جستجو شروع میکنه همه جای اینترنت رو دنبال تصویری شبیه این میگرده. اگه به چیز مربوطی بر بخوره یا کسی بگه که شخصی شبیه این تصویر رو دیده، یه عکس از اون گم شده میره در فضای مرده‌ای که برای تبلیغ روی وبسایت در نظر گرفته شده. موتور GNC ابزار خیلی ساده ایه. در حال حاضر 29 کشور، ضابط قانونی و مؤسسه خیریه روی این پلتفرم عکس و اطلاعات بچه های گم شده رو آپلود میکنن یا روی رسانه های اجتماعی میذارن یا ایمیل میکنن. نرم افزار ریکگنیشن آمازون با استخراج داده از صورت و تبدیل اون به عدد کار میکنه. همین کار رو با تصویر دیگه‌ای که توش دنبال شخص گم شده میگرده هم میکنه. در نهایت درصدی به دست میاره که نشون میده احتمال اینکه این تصویر همون شخص گم شده باشه چقدره. ما چهره شخص رو ذخیره نمیکنیم. معادل عددی چهره رو ذخیره میکنیم. در واقع تصویر رو عدد میکنیم و این فرایند یک طرف است. یعنی به هیچ وجه نمیشه از ته به سر رفت و از روی عدد چهره رو ساخت. ما یک مشتری در آمریکا داریم به اسم ماریوت آنالیتیکس که یک دختر 16 ساله رو که برای سوء استفاده جنسی قاچاق شده بود در شمال کالیفرنیا پیدا کرد و نجات داد. در مورد بلیونا هنوز به جایی نرسیدن، اما سیستم به جستجو ادامه میده تا جایی که بهش بگن کافیه. و البته در تمام این دوره خانواده بلیونا همچنان در عذابن. این فناوری تازه اول راهه و مشخصه که با گذشت زمان بهتر میشه.
برنامه ما اینه که با بانک‌های داده دیگه مرتبط بشیم، مثل بانک داده آزار جنسی کودکان یا بانک‌های اطلاعات مجرمان، کسانی که جرایم جنسی مرتکب شدن یا حتی دوربین‌های مداربسته. اگه این سیستم ظرفیتش رو داره و استفاده ازش انقدر ساده است که یه عکس بهش میدیم و در عرض چند ثانیه تمام اینترنت رو میگرده، چرا برای تک تک بچه هایی که گم شدن ازش استفاده نمی کنین؟ به نظرم این سیستم ظرفیتش رو داره. مسئله بیشتر ظرفیت تیم ما و نیروی پلیسه که بتونن ازش استفاده کنن. در حال حاضر دسترسی ما به موتور GNC محدوده. در نتیجه باید دقت کنیم عکس بچه‌هایی که بیش از 3 روز گم شدن ذخیره بشه و بعد از موتور جستجو استفاده کنیم ببینیم پیداشون می‌کنیم یا نه. در این حوزه هم مثل بسیاری حوزه‌های دیگه فناوری موجود تازه اول راهه. اگه بشه علاوه بر اینترنت عادی وب تاریک رو هم گشت، میشه امیدوار بود که این فناوری به مراتب موثرتر از این هم بشه. اپل اعلام کرده که بالاخره آیتیونز بازنشسته میشه و وظایفش به 3 اپ میوزیک، پادکاست و تی وی محول میکنه. The future of Apple Music or iTunes is not one app but 3. آمازون گفته ظرف چند ماه انتقال بسته به کمک پهپاد شروع میکنه. پهپاد آزمایشی کم صداتر آمازون میتونه بسته هایی به وزن 2.2 کیلوگرم را تا فاصله 24 کیلومتری به مقصد برسانه. این نمونه آزمایشی قادر به تشخیص انسان ها و سگ هاست و حتی میتونه از برخورد با بند رخت هم پرهیز کنه. آمازون قبلا اجازه استفاده از این پهپاد را در آمریکا گرفته بود. برنامه ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس اکس برای راه اندازی 12,000 ماهواره در مدار زمین واکنش های منفی در پی داشته. اتحادیه بین المللی ستاره شناسی گفته که وجود تعداد زیاد ماهواره در آسمان به جای کمک به کشفیات در فضا میتونه در این راه مانع ایجاد کنه. اسپیس اکس ماه گذشته 60 ماهواره اولش به فضا فرستاد. پژوهشگران در دانشگاه امپریال کالج لندن تکه هایی در آزمایشگاه روش دادن که میتونه به قلب کمک کنه بعد از حمله قلبی به پمپ کردن خون ادامه بده. این تکه ها به اندازه انگشت شست دست است که از سلول های بنیادی انسانی ساخته شده و ضربان منظم دارند و گفته شده که برای آزمایش کردن روی انسان آماده است. و در آخر هواپیمای تازه با ظاهر کاملا متفاوت و جدید. این هواپیما که شبیه عدد 7 فارسی است، طوری طراحی شده که کابین هایش روی بال هایش قرار داره و ادعا شده 20% در مصرف سوخت صرفه جویی میکنه. هرچند این هواپیما بودجه اضافه از شرکت هلندی KLM دریافت کرده، اما به این زودی ها نمیشه سوار شد. اولین پرواز این هواپیما بعد از آماده شدن یک نسخه کوچکش برای اکتبر 2019 برنامه‌ریزی شده. چند هفته پیش جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک برگزار شد. امسال هم مثل همیشه بخش اصلی جشنواره نمایش فیلم‌های مستقله، ولی واقعیت مجازی هم به مرور داره جای خودش رو در این جشنواره باز می‌کنه. امسال هم مثل چند سال اخیر خیلی تماشاگران به بازارچه ایمرسیو ترایبکا سرازیر شده بودن تا محصولات بعضی از خلاق‌ترین مؤلفان مجازی رو ببینن. و قطعاً همه راضی برگشتن خونه. فیلم‌های امسال واقعاً متنوع بود. از استاپ موشن حماسی جیمنیزیا و ایشون گرفته تا تجربه‌هایی که مخاطب رو به هزاران سال قبل می‌بره یا به جبهه‌های جنگ جهانی اول و حتی به این مجتمع مسکونی وسط شهر. اولین بار که سراغ واقعیت مجازی رفتیم، یه کارهایی بود که نمی‌شد کرد. دوربین رو نمی‌شد تکون داد. تقدیر نداشتیم. الان همه این چیزها عوض شده. به نظرم صرفاً آزمون و خطا لازم داشت. زیر اقیانوس تجربه ایه که میتونین پشت یه عروس دریایی سوار بشین و از سطح تا تاریک ترین اعماق اقیانوس رو بگردین و حیات زیر آب و آلودگی پلاستیک ها رو از نزدیک ببینین. و به لطف یه فناوری جدید که حرکات بدن رو دنبال میکنه، میتونین همه این کارا رو دو نفره بکنین. تجربه های سینمایی مثل این همچنان از معدود راه‌هایی هستند که باهاش اکثر مردم میتونن در واقعیت مجازی واقعا غوطه بخورن. دلیلش اینه که نسل فعلی عینک های پیشرفته وی آر عموما گرونن و سرهم کردنشون هم سخته. ولی ممکنه این هدست جدید کمک کنه. فکر میکنم حدود 5 ساله که هر سال به ما میگن امسال سال واقعیت مجازیه. اما استفاده از واقعیت مجازی کی قرار همه گیر بشه؟ امروز هدستی رو قراره بهتون معرفی بکنم که شاید پاسخ این سوال باشه.
این هدست به نام کوست ساخت شرکت آکیولس از زیر مجموعه های فیسبوکه. همه چیز توی خود هدسته، از جمله رادیویی که بهش میگه دقیقاً کجای اتاقه. دیگه خبری از رادیوهای خارجی که هدست‌های قبلی باهاش کار می‌کردن نیست. این یکم با هدست‌های قبلی فرق می‌کنه. 4 تا دوربین جلوش داره که اتاق رو می‌بینه و حساب می‌کنه دقیقاً کجا قرار داره. تقریباً شبیه همون کاری که ما با چشمامون می‌کنیم. برای من تجربه بسیار ظریف و قشنگیه. با اینکه یه چیز نیم کیلویی به صورتم آویزون کردم ولی کاملاً راحته. بلنگوهاش هم روی خودشه که نکته خیلی مثبتیه. ولی اگه بخوای صدای با کیفیت داشته باشی باید هدفون خوب استفاده کنی. چیزی که توی کوسته یه گوشی موبایل آخرین مدله و این رو از راهروهای پشت خیلی از بازی‌ها و تجربه‌هایی که الان تو بازاره میشه فهمید. با توجه به اینکه قیمتش 400 پونده بعید میدونم که واقعیت مجازی یا وی آر رو بتونه همه گیر بکنه. اما نسبت به مدل قبلیش خیلی پیشرفت کرده و خیلی هم حسابی دارم باش کیف می‌کنم. البته در ترایبکا سازنده ها کاری به این کارا ندارن و نمیذارن مسائل اقتصادی جلوی خلاقیتشون رو بگیره. تجربه های پر سر و صدای مثل این هم یکی از مهمترین عوامل زنده نگه داشتن جو ویاره. واقعیت مجازی همچنان مدیوم خیلی جوانیه و طول میکشه تا مردم بهش عادت کنن. به نظر من در حال حاضر نکته مهم اینه که جاهایی باشه که این تجربه ها عرضه بشن. جاهایی مثل جشنواره فیلم ترابیکا که هم برای دیده شدن کارها خوبه، هم بیننده رو با این مدیوم جدید آشناتر میکنه. قطعاً هرچی هدست ها و تجربه ها پیشرفته تر و قوی تر بشن برای واقعیت مجازی یا وی آر بهتره. ولی از نظر من همچنان برجسته ترین ویژگیش اینه که چقدر تجربه فردی و تنهاییه. اپلیکیشن وی آری که بخواد بازار رو تکون بده باید اول بتونه این مشکل رو حل کنه. سوختم. اینم از مریم. اما برگردیم به باربیکن، جایی که من هم بخشی از نمایشگاه شدم. خیر، این نقاشی گل بلبل نیست، هوش مصنوعیه که با دوربین دست من و چیزهای دیگر رو نگاه میکنه. این آزمایش نشون میده که یک شبکه عصبی تصویری رو که از توی دوربین میبینه چطور بر مبنای اونچه که قبلا بهش دادید تفسیر میکنه. اگه به یک شبکه عصبی فقط تصویر موج داده باشید، سعی میکنه اونچه رو که از دریچه این دوربین میبینه به شکل منظره دریا تعبیر کنه. ولی مثلا اگه بهش فقط تصویر آتش داده باشید، دست من رو به عنوان شعله آتش میبینه یا تفسیر میکنه. خیلی جالبه اینکه هوش مصنوعی هر تصویری رو بر مبنای چیزایی که قبلا دیده میفهمه، باعث میشه گاهی جزئیات یک تصویر رو تعمیم بده و چنان تعابیر بصری بسازه که از عهده ما آدم‌ها هرگز بر نمیاد. این اثر عجیب غریب به خوبی نشون میده که یک شبکه عصبی چطور دنبال طرح‌هایی که میشناسه میگرده. ولی اگه زیادی دقت کنه یا حساسیتش بیش از حد تعریف شده باشه، چیزهایی میبینه که اساساً اونجا نیست. به عبارت دیگه خیال میکنه یا توهم میزنه. یکی از موضوعهایی که در بستر همه آثار نمایشگاه به چشم میخوره اینه که هوش مصنوعی چطور دنیا رو درک میکنه. از دل این ادراک زبان بیرون میاد. اسم این اثر آبشار معناست. هوش مصنوعی میلیون ها جمله رو بررسی کرده تا ببینه ما چطور از واژگان استفاده میکنیم و سعی کرده به خودش یاد بده که مثلا آبجو گرونه یا ارزون، بده یا خوب، مذکر یا مؤنث. اگه کاربرد کلمی ذاتاً خنثی نباشه متوجه میشه و نشونش میده. هوش مصنوعی بخشای پنهان بشر رو آشکار میکنه. به همین خاطر معتقدم این فرصت مناسبیه که در مورد پیش‌داوری‌ها و تعصب‌هامون فکر کنیم. چون هوش مصنوعی دروغ نمیگه. هوش مصنوعی توجیه نمیکنه. همه چی رو میریزه روی دایره. دلیلش همینه، مسئله تبعیض که همه ما باهاش مواجهیم. قضاوت به اخلاقیات هوش مصنوعی از موضوعهای مورد بحث نمایشگاهه. یکی از چهرههایی که در نمایشگاه شرکت کرده فرانچسکا روسیه، از معروفترین کارشناسان هوش مصنوعی جهان. او عضو گروه جدیدیه که کمیسیون اروپا با هدف نگارش شیوه نامه اخلاقی هوش مصنوعی تشکیل داده.
تمرکز ما روی اعتماده. چطور میتونیم اعتماد رو در خود فناوری بسازیم؟ فناوری چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ آیا به پیش داوری مربوطه یا به قابل توضیح بودن؟ ضمن اینکه اعتماد به کسانی که فناوری رو میسازن هم مهمه. مثلا باید در فرایند توسعه و ساخت فناوری تا حدی شفافیت وجود داشته باشه. ما معتقدیم اگر در وجوه مختلف اعتماد سازی بشه، در مسیر درست خواهیم افتاد و میشه نگرانی ها رو کمتر کرد و به جایی رسید که بشه نگرانی های جدید رو هم که با نسخه های پیشرفته تر هوش مصنوعی در آینده ایجاد میشه رفع کرد. تماشای فوتبال در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری کرده. حالا با سرمایه‌گذاری شبکه‌های تلویزیونی نه تنها میشه بازی‌ها رو از زاویه‌های متفاوتی دید، بلکه میشه اونها رو روی دستگاه‌های مختلفی تماشا کرد. اما همکار ما پل کارتر رفته سراغ سامانه‌ای که یک چشم‌انداز کاملاً جدید به طرفداران فوتبال ارائه میده. در یکی از برنامه‌های قبلی دیدیم که استودیوهای فیلمسازی دارن با فناوری نوپای تصویربرداری والومتریک صنعت فیلم رو به کلی دگرگون میکنه. مبدع این سیستم شرکت اینتله. ویژگی اصلیش اینه که با تعداد زیادی دوربین فیلم میگیره که از صحنه تصویر سه‌بعدی بسازه. حالا همین فناوری قراره در عالم ورزش هم استفاده بشه. اینجا ورزشگاه امارات، ورزشگاه تیم آرسنال لندن. آرسنال اولین تیم لیگ برتر بریتانیاست که رفته سراغ این فناوری جدید که در آینده تماشای فوتبال رو دگرگون خواهد کرد. سیستم اینتل تروویو به جز ورزشگاه آرسنال در ورزشگاه فینالیست لیگ قهرمانان یعنی لیورپول و قهرمان لیگ برتر یعنی منچستر سیتی هم نصب شده. در گذشته اینجوری بود که یه دوربین یه زاویه رو نشون میداد. اما الان میتونیم چند دوربین رو طوری تنظیم کنیم که با هم یه تصویر واحد 360 درجه بسازن و تمام مشکلات بیننده از جمله این که به دستش خورد یا نه یا باید از اون طرف ببینم رو حل کنیم و کل داستان رو بهش نشون بدیم. سیستم اینتل 38 دوربین 5K داره که در نقاط مشخصی دور تا دور ورزشگاه نصب شدن. تصویر همه دوربین ها مستقیم میره به یه اتاق کنترل مخصوص. در این اتاق کنترل تهیه کننده و تکنسین تصویر سه‌بعدی بازی رو میسازن و در صورت لزوم میتونن هر صحنه رو از هر زاویه، از هر نقطه یا از دید هر بازیکنی که بخوان شبیه سازی کنن. به عنوان مثال اگه شما من رو والومتریک فیلم برداری کنین، دیگه تصویر من این تصویر دو بعدی که الان بیننده ها توی تلویزیون میبینن نخواهد بود. تصویر خواهد بود که از صدها هزار پیکسل سه بعدی درست شده. فایده این فناوری برای باشگاه‌ها چیه؟ این سیستم به نوعی فاصله بین تجربه منفعلانه تماشای ورزش و تجربه فعالانه بازی‌های کامپیوتری ورزشی رو که هر کدوم از ما بهش عادت داریم کم می‌کنه و دو تجربه رو به سمت یکی شدن می‌بره. با این سیستم میشه یه تجربه واقعا دربرگیرنده برای مخاطب فراهم کرد، جوری که بتونن ببینن، حس کنن و تجربه کنن که اگر جای سرجیو آگوئرو باشی و توی بازی آخر هفته گل بزنی یعنی چی. به نظر ما امکانی که نمیشه ازش گذشت. مشخصه که کاربرد این سیستم در ورزش هنوز در اول راهه، ولی تردیدی نیست که در آینده میتونه تحولی ایجاد کنه. باید دید وقتی سرعت انتقال داده و توان پردازش روی کلاود بالا بره، آیا به جایی میرسیم که تعداد کسانی که حاضرن بلیت بخرن و بازی رو از نزدیک تماشا کنن کم بشه؟ وقتی ورزشگاه پره، وقتی ورزشگاه شلوغه، حتی بو رو حس میکنی. میبینی آدمایی که طرف دیگه نشستن چیکار میکنن. دلت بخواد دفاع چپ رو نگاه میکنی. تجربه تو استادیوم تجربه که هرگز پای تلویزیون یا روی تبلت یا چیزای دیگه ممکن نیست. تلاش ما با چیزایی مثل فناوری جدید اینتل اینه که تجربه توی خونه رو به تجربه ورزشگاه نزدیک کنیم. فکر میکنم من ازش میدرزم. دستاشو ببین. به هر حال برنامه هفته ما همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو تو وبسایت هم میتونید ببینید. میتونید bbcpersian.com/click و از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی هم میتونید تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ما از نمایشگاه AI More Than Human از مرکز باربیکن با شما خداحافظی میکنم و از این موجود
فاصله میگیرم. خداحافظ.